خب سلام دوستان امیدوارم که خوش و باشین جادی هم دارم دوره بیت کوین رو میرم جلو و در واقع تکنیکال ترش بلاک چین و کریپتوکرنسی. ولی تمرکزمون روی بیت کوین چون به حال اصلی ترین خروجی که فعلا از ماجرا گرفتیم توی بلاک چین حالا در واقع به لیدری بیت کوین بقیه دوستاشم هستن داریم از کتاب صحبتی که داشتیم در واقع بیت کوین and Cryptocurrency Technologies a comprehensive introduction پیش میدیم که تو دانشگاه خوبی درسش میدن و از بحث اولیه عبور کردیم در مورد بلاک چین حرف زدیم آرکیتکتچر بیت کوین رو دیدیم مکانیزماش رو دیدیم چه جوری نگهداری دیدیم و الان رسیدیم به اینی که چه جوری باید ماینش کنیم ماینش کنیم حالا یه خورده توش در موردش صحبت می‌کنیم یه دوره خیلی مود شده بود خونهشون رو می‌فروختن می‌رفتن ماینر می‌خریدن به امید اینکه چی بشن پولدار بشن این شد پولدار بشن خیلی 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 هیجان بود هر کی رو می‌دید می‌پرسید خب ماینر از کجا بخرم چه جوری ماین کنم خیلی داره گرون میشه برای اینکه بیت کوین رسیده بود به ده هزار دلار الان دوباره تو شرایط عادی تری یه سری دولت داشت می جنگید با ماینر ها و مشکلات کل کشور تقصیر ماینر ها بود و بقیه چیزا الان تو شرایط استیبل تری هستیم و زمان بهتری است ازش حرف بزنیم خود ماجرا که در واقع میدونین چیه وقتی من میگم بیت کوین ماینینگ یعنی چی یادتونه من یه سری بلاک دارم که در واقع بلاک چین من در نهایت وقتی که من اینجام و بلاک ها رسیده به اینجا نودهایی هایی که هستن و میخوان پول خرج کنن به بقیه اناس میکنن که من از این کار از این میگم کارت از این حساب به این حساب بیت کوین میخوام پول بریزم بعد چه اتفاقی میفته اتفاقی که میفته این که یه مم پول تشکیل میشه و اینا توش نوشته میشه برای اینکه بلاک بعدی ماین ما بشه یک نفر میاد یه بلاک فرضی درست میکنه یه سری چیزها از منپول توش مینویسه حالا بر اساس قواعدش مثلا میگه این بلاک نمیخوام بیشتر از یک مگابایت بشه و یه سی رو هم میذاره اینجا یه عدد رندومه و برای خودش هم یه بلاک پول انتقال پول میزنه و هش قبلی رو هم به هدر این اضافه میکنه در واقع یه هدر تشکیل میده که یه سری دیتا ها توشه بعد یه سری ترانزکشن توشه و بعد سعی میکنه یه نانسی پیدا کنه که حالا تکنیکالی تو هدره که با تغییر نانسه اگر شادی 256 این رو حساب کرد کوچیکتر بشه از دیفیکالتی لول شبکه ما به این کار میگیم ماین کردن در واقع تمام کارهایی که ماینر ما را دارن به سادگی اینه که هش قبلی رو میارن یه سری از منپول ترانزکشن انتخاب میکنن و بعد میان نگاه میکنن که آیا میتونن ناونس پیدا کنن که کنار این ترانزکشن ها و ترانزکشنی که برای خودشون گذاشتن شادی کوچیک کوچکتر از دیفیکالتی شبکه بشه یا نه اگر پیدا کردن به همه اناونس میکنن که من پیداش کردم به این کار میگن ماین ما کردن چندین و چندین و چندین بار این بحث رو هی تکرار کردیم خیلی هم خوب چیز مهمیه حالا جزئیاتی داره مثلا توی دنیای بیت کوین شما دو بار شادی 256 میگیرین از اول گوشن دو بار بگیرین اگر میخواین بگیم پیداش کردم نمیدونم برای چی خودشون هم حتما می‌دونستن ولی نگفتن دقیقا برای چی این جور قواعد حالا بحث مستقلیه چیا رو از منپول بذاریم توی بلاک که میخوایم ماینش کنیم و غیره و غیره تو این درس یه خورده شروع میکنیم بهش نگاه کردن از کتابی بخوام بریم جلو میگه که اول لیسن میکنم به ترانزکشن ها کیا میخوان چه ترانزکشنی انجام بدن بلاک چین رو همش رو دارن بلاک های جدید رو هم می‌بینن که بتونن هش قبلی رو بیارن در عین حال چک میکنن که آیا ترانزکشن که بهشون میرسه ولیده آیا این دو طرف درست امضا شدن آدرسش آیا سکه ای که طرف داره خرج میکنه سکه ای بوده که داشته قبلا خرج نشده بوده و این جور چیزا حالا ما اینو خیلی بهش توجه نکردیم در واقع نگاه میکنن که آیا ولیده یا نه نکته مهمش اینه که اسمبل کاندیدیت بلاک یه بلاک کاندیدا درست میکنن که من میخوام اینو ماین کنم و بعد نانسی رو پیدا میکنن که من تیکتش رو اشتباه نوشته بودم که بلاکش کوچیک تر از اون باشه و هی شروع میکنن نانس رو عوض کردن نانس رو عوض کردن تا بتونن کل هش رو از دیفیکالتی لول پایین تر بیارن یه دونم ترانزکشن برای خودشون گذاشتن که خب میدونین که در واقع توی هالوینگ که من یه بار تو رادیو بهش گفتم هالوینگ بعد چک کردم دیدم هر دو اصطلاح رو ظاهرا میگم ولی هالوینگ درسته درست حالا من از من بگم هالوینگ و میدونین که هر چهار سال یک بار این نصف میشه در نتیجه الان در واقع فکر میکنم دوازده و نیم تاس اگه اشتباه نکنم جایزه بلاک و تقریبا 120 روز دیگه اینم نصف خواهد شد کسی که بلاک رو ماین میکنه نصف اینو برای خودش میذاره این یه قاعده عمومیه پذیرفته شده است در واقع وقتی که بلاک چین رو وقتی که بیت کوین رو می نوشتن قاعده اینو گذاشتن چون و چرا نداره مگر اینکه همه با هم تصمیم بگیرن که عوضش کنن این مفهوم میشه مفهوم اصلی ماین کردن پیدا کردن یه بلاک ولید و بعد سعی کردن برای اینکه یه دونه نانس بتونه در واقع از دیفیکالتی لول شبکه اس کوچکتر رو کوچیک‌تر کنه خیلی هم کار سختیه مثلا محاسبه که کتابتون کرده که قدیمیه میگه که دو به توان 68 نانس احتمالا باید تست بشه که بشه مطمئن باشیم احتمالیه دیگه پیدا کرد که کوچیکتره خیلی 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 عدد بزرگی از ایناست که اگر همه انسان‌های جهان تبدیل به یک دونه کهکشان بشن تمام انسان‌های اون تلاش کنن دو میلیارد سال طول میکشه یعنی عدد بسیار 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 عظیمیه پیدا کردن این به این خاطر خیلی خیلی کاره در واقع پر درد سریه این ماین کردن اصلا الان شوخی بردار نیستش اگه تکنیکال تر بخواید تو دنیای بیت کوین نگاه کنین این هدریه که تشکیل میشه یعنی من میام پریویس رو میذارم کل تغییراتی که انجام شده توی این بلاک TRX که میخوام توی این بلاک باشه رو یه مرکل تری میگیرم که دفعه پیش گفتم ترانزکشن اینو میذارم اینجا اون یکی رو میذارم اینجا اینو میذارم اینجا اینو این جدا نوشته چون در واقع 25 تا سکه داره میده به خودش الان ما 12 و تا میدیم به خودمون به آدرس خودمون که کوین بیسه و اون پولی که به خودمون میدیم هی hey! اینا رو با مرکل تری میذاره در نهایت هش روت مرکل تری رو میذاره تو هدر نان سمسای میکنه پیدا کنه و بعد هشش رو در بیاره که از اون دیفیکالتی کوچیک بشه نکتهش هم اینه که دو به توان سی تا فکر کنم جا داره چیز یا ممکن داره اشتباه بگم ولی این نانسه هم خیلی جا نداره در نهایت وقتی این نانسه همش رو تست کرد و نشد باید برین اینجا توی ترانزکشنی که برای خودتون میزنین یه تغییر درست کنین و سعی کنین برسیم به دیفیکالتی لول آه این در واقع میگه دو به توان 68 نانس در try will look which is a really huge number آره در واقع بخواین بخ... 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 به این برسین یک در دو توانش توان 68 هستش احتمال رسیدن به نانس شخصی شبکه تازه اون موقع الان مطمئنا چند برابر شده یه نکتهی که حالا اینجا توی بخش کناری توضیح داده اینه که همه در حال حل یک پازل نیستن میگه آیا همه دارن یه پازل رو حل میکنن؟ نه چرا؟ چون ممپول چیز بزرگتری از ترنزکشن هاست. هر کسی تو ممپول یه چیزهایی از اون منپول رو ورمیداره و میذاره توی بلاکی که میخواد ماین کنه از اون طرف من دارم ترنزکشن شخصی و خودم هم اضافه میکنم در نتیجه ما هممون با هم فرق میکنه در نتیجه هر کسی داره سعی میکنه یه پازلی رو حل کنه فقط وقت یکی حل کرد میتونه به همه بگه و همه متوجه میشن که درسته میتونن چکش کنن این ماجرا که دیفیکالتی لول ازش حرف میزنیم در واقع عدده که سعی میکنه تعداد بلاک هایی که پیدا شده رو اینجوری در بیاره که هر ده دقیقه یه بار یه بلاک پیدا بشه دیفیکالتی لول اگه خیلی خیلی آسون باشه همون اولی که یارو داره تست میکنه خیلی زود پیداش میکنه درنچه تو دو ثانیه پیدا میشه سخت میکنن که تو چهار ثانیه بشه میبینن اینجوری نیست خیلی سخت میکنن تو سه دقیقه میشه خیلی سخت میکنن میشه 15 دقیقه پس شبکه یه خورده میارتش پایین تر که به جای 15 دقیقه تو ده دقیقه پیدا بشه این دائما داره محاسبه میشه دائما که میگیم تکنیکالی تو دنیای بیت کوین هر 2016 بلاک 2016 بلاک زب در تقریبا 10 دقیقه زب در تقریبا ببخشید تقسیم بره تقریبا 60 دقیقه میشه چند؟ پایتون 2016 زب و و و و در 10 تقسیم بر 6، 336 تقسیم بر 24 336 تقسیم بر 24 14 روز تقریبا دو هفته یه بار سعی میکنه دیفیکالتی لول رو درست کنه دیفیکالتی level دائمی محاسبه نمیشه دیفیکالتی level هر دو هفته یه بار بر اساس این فرمول محاسبه میشه میگه نیو دیفیکالتی لول مساویه پریویس دیفیکالتی زب در 2016 زب در ده دقیقه تقسیم بر زمانی که لازم بوده این پیدا بشه در سعی میکنه با این کار تقریبا بکنه دیفیکالتی لول یه جایی که ده دقیقه است کاملا هم تو نموداران میبینین اولی که این تنظیم میشه خیلی ده دقیقه تره بعد که میره جلو یه خورده انحراف پیدا میکنه دلیلش هم اینه که مقدار زیادی ماینر دارن میان تو یعنی دائما ماینر داره اضافه میشه تقریبا حالا میشه گفت در تمام دوره ای که فعال بوده من این جدول رو براتون جدیدترش آوردم اینه ببینید این جدول در واقع نمودار دیفیکالتی ماینینگ که میگه چه شکلی بوده اینجا معمولیشه کوشی دیفیکالتی لول معمولیه اینجا دیفیکالتی لوگاریتم اسکیل و این شکلیه حواستون از وقتی لوگاریتمیه و اینجوریه یعنی خیلی داره میره بالا اه... عدد هم که نگاه کنید ازش جالبن ببینیم مثلا شما اینا مال هر کدوم یه دیفیکالتی لولن در نتیجه شما حواستون هست که اینا 14 روز یه بار محاسبه شدن اگه بیاین مثلا اول سال 2019 به فرض حالا اگه فرض کنیم شما اول 2019 که خیلی مد بود که ما بریم ماینر بخریم یکی اومده ماینر خریده اون موقع 42 ای اچ در واقع اتا هش ماین میکردن الان شده 96 بیشتر از دو برابر یعنی در واقع دستگاهی که شما خریدین در واقع توانمندیش کمتر از نصف شده اگر توانمندیش که توانمندیش همونه ولی نسبتش به تلاش در شبکه خیلی کمتر شده این هم زمان اوریجای قبلیه که ماین ما شده میبینید که تا حد خیلی زیادی میتونن حدودا رو ده دقیقه نگرش دارن این حواستون باشه اوریج کل بلاک در اون دو هفته است بعد آپدیت میشه بر اساس این فرمول اوکی دانش چنین چیزایی هم هستش که به شما دیفیکالتی شبکه این جور چیزا رو میگه و اینکه چقدر بالا پایین رفته بس دیفیکالتی لول شما هم مفهومش رو فهمیدین حالا میریم سراغ اینکه که واقعا چجوری ماین میکنیم این قسمت رو قطع میکنم تو قسمت بعدی در این مورد با هم حرف میزنیم